آقای بهرامی، من خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم که گفتگو با ایران وایر رو پذیرفتین. من خیلی وقت شما رو نمیگیرم. دو سوال داشتم که در رابطه با رقابت‌های جام جهانی فوتبال میخواستم ازتون بپرسم. شما به هر حال تنیسور بنامی هستین، میشه گفت با قاطعیت که مشهورترین تنیسور ایرانی حال حاضر جهان یا شاید هم تاریخ باشین. من پیش از این میخواستم که قبل از تمام اتفاقاتی که الان داره میفته با منصور بهرامی صحبت بکنم در مورد جایگاه هنرهای نمایشی در ورزش و به خصوص در جام جهانی با توجه به هنرهای ویژه‌ای که شما در رقابت‌های تنیس داریم و همچنان برای تماشاگران جهانی لذت بخشه. اما الان سوالاتم با توجه به فضای کنونی ایران خیلی متفاوت میشه. من قبل از هر چیز میخوام از شما بپرسم که توی هفته های اخیر که اعتراضات سراسری در ایران با همین شعار زن زندگی آزادی آغاز شده، بسیاری از مردم اعتراض دارن نسبت به اینکه بازیکنان تیم ملی و این تیم فوتبال ایران در رقابت های جام جهانی حاضر باشه. شما اگه خودتون یک بازیکن تیم فوتبال ایران بودین یا حتی به عنوان منصور بهرامی، دلتون با این بود که توی این رقابت‌های جام جهانی قطر شرکت بکنین همکنون یا نه؟ راستش درود بر شما. ببینید، من عاشق ایران هستم و ایران وطن منه. با اینکه در خارج از ایران زندگی میکنم، دلیل اولی که من از ایران رفتم این بود که ورزش منو ممنوع کردن و گفتن نمیخوایم مثلا ورزش تنیس رو. و امروز اگر من عضو تیم ملی بودم، فکر نمی کنم که میتونستم در این شرایط برای تیم ملی ایران بازی بکنم. و دو حالت داره. امروز یه عده در فکر می‌کنن که باید تیم ایران بازی بکنه در مسابقات جام جهانی، و این دو حالت داره. مردمی که اونجا هستن میتونن همون شعار زن زندگی آزادی رو بدن و بتونن از مردمی که در ایران گاهی اوقات از جون خودشون میگذرن، که واقعا باعث تأسفه که ببینیم جوانامون کشته میشن، و بتونن از اونا پشتیبانی کنن. از اون طرف میگن اگر تیم ملی هستید، ما ملی هستیم و نمیخوام شما بازی بکنید. من جواب شما رو بدم اینه که اگر من عضو تیم ملی بودم امروز در این مسابقات شاید بازی نمیکردم. ولی خب این سوالو باید از خود فوتبالیستا کرد. درسته. استدلالی وجود داره، در حقیقت دو استدلال متفاوت و متضاد. یکیش این هستش که وقتی که تیم فوتبال ایران در این رقابت ها شرکت بکنه، همون چیزی که شما فرمودین، میشه از این فرصت و پتانسیل استفاده کرد برای این موضوع. از اون طرف خب میدونیم که وزیر ورزش و جوانان صراحتا اعلام کرد که چند ده مدیر دولتی و خانواده هاشون با بلیت‌های رایگانی که فیفا در اختیار فدراسیون جمهوری اسلامی قرار داده، قرار هستش که به رقابت‌های قطر اعزام بشن، به خاطر اینکه گفتن کار فرهنگی بکنن. حالا میشه در موردش صحبت کرد که چه کار فرهنگی بکنن. من کار فرهنگی نمی‌بینم اونجا کاری فرهنگی باشه در هر صورت. ولی خب هر کسی به هر صورت اون چیزی که میدونه از این به نظرش میاد. درست. سوی دیگه داستان هم همون چیزی که شما فرمودین که به هر حال یک عادی سازی جلوه داده میشه. بازیکنایی که گل بزنن شاید شادی بکنن، شاید همه چیز نرمال نشون داده بشه. شما اگه امروز بخواید به هر حال خودمونو بزنیم شاید جای بعضی از بازیکنان تیم فوتبال ایران، و شاید بعضی هاشون معتقد باشن که ما مجبوریم که به این رقابت‌ها بریم، میتونه یه استدلال این باشه و چاره دیگه ای نداریم، آیا شما میتونید پیامی برای این بازیکن‌ها داشته باشین، یا حتی پیامی برای هوادارانی که میخوان به این رقابت‌ها برن از طرف یعنی ایرانیانی که قرار هستش به قطر برن داشته باشین؟ ببینید، من پیام من اینه که شما باید به اون چیزی که فکر کنید که مردم ایران از شما میخوان، اون چیزی که واقعا روحن و قلبا احساس میکنید، باید برای اون به توی زمین. از چه چیزی میخواید دفاع بکنید؟ اگر برای ملت ایران هستش، که باید بدونید که ملت ایران شاید امروز نخواد شما واسه بازی بکنید. تیم ملی ایران امروز تیم ملی ایران نیست.
من نمیبینم اینا هم چیزی رو. ولی باز میگم اینو باید سوال باز از خود بازیکن ها کردش. میدونم که ورزشکان های ایرانی، فوتبالیست های ایرانی در شرایطی نیستن که بتونن به راحتی حرف خودشون بزنن. من اینجا نشستم دارم حرفی که احساس میکنم دارم میزنم، ولی چیزی که هستش، فشاری که روی این بازیکن ها هستش از نظر روحی مطمئنن براشون راحت نیستش. ولی در هر صورت من اون چیزی که خودشون احساس میکنن، خودشون اگر رنج میبرن از اینکه برن تو زمین، نباید برن تو زمین. اگر نه خوشحالن که برن تو زمین، باید از خودشون با سوال کرد. یه سوال پایانی خیلی کوتاه ازتون میپرسم. آیا شما فکر میکنین که تصمیم فیفا در مورد اینکه به قول خودش سیاست رو در ورزش دخالت نداد تصمیم درستی بود؟ بستگی به سیاست داره. ببینید مثلا من این جنگی که شد با این اوکراینیا و روسیه که حمله کرد، بازیکنای تنیس روسی رو در مسابقات ویمبلدون راه ندادن. من با این کار مخالف بودم. اینی که بازی‌های تیمی تیم فوتبال ایران رو روسیه رو از مسابقات جام جهانی بیرون کنن یا از مسابقات دیویس کاپ بیرون کنن، مسابقات تیمی بیرون کنن، ولی تنیس یه ورزش به اصطلاح انفرادی هستش و ربطی به اون چیز نداره. و من میدونم که اون آقای مدودف که نفر مثلا اول روسیه هستش، از این جنگی که در بین روسیه و اوکراین پیش اومده مطمئنم که خوشحال نیستش. من بازیکنای روسیه رو میشناسم، ولی میدونم که حرف نمیتونن بزنن. اون روبلف یک بار اومد گفتش صلح و ما جنگ نمیخوایم، و میدونم که هزار جور بهش چیز کرده، فشار آوردن روش. با این حال میگم این یه بازی تیمیه و تو بازی های تیمی کنار بذارن کنار حرفی نیست، ولی تو مسابقات انفرادی فکر نمی کنم کارشون درست بود. درست. متشکرم ازتون آقای بهرامی، بسیار لطف کردین از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین. قربون شما، زن زندگی آزادی و موفق باشین و پیروز.